توی بعدیش که سریو و سیر بازش کردم در واقع دیفنس ها در مورد دیانانیمایزیشنه که چند روش کش شده اولا که این در طول زمان هی داره پیش میاد کتاب نسبتا قدیمی اگر برای این حوزه ببینید ولی در نهایت ایده های اصلی رو بگیرین جالبه دیدین که ویکیلیکس یه دکمه ریفرش داره سعی کردم خودم یه دکمه ریفرش تر کنم که این رو ریفرش میکرد چی میشه اگه من بخوام اینو رو, رو کارت هم بزنم چی میشه اگه من بخوام اینو بزنم توی بیلبورد در شهر که کمک کنین به مهندس فلانی که خیلی خوبه بهش بیت کوین براش بفرستین خب من آدما نمیخوان به اون آدرس بفرستن راه ریاضی تکنولوژیکی هست همچنین خیلی از والت ها که شما درست میکنین یه گروه بزرگی بهتون در واقع جا میدن که همشون آدرس های دریافت پولن میتونین هر کدومشو بدین به یکی هر وقتم خواستین یه کلمه دیگه جنریت کنین این که میدونین تکنیکال مشکل نداره ولی مثلا یه راه تکنیکال فنی ببینیم ریاضی در واقع که من بتونم یه بیلبورد بزنم آدرس بیت کوین هم من بزنم آدما بتونم به من پول بدن بدون اینکه بقیه بتونن تعقیبش کنن که کی به این والت پول داده چه ایده با مزه ای داره اگه تا الان اسلاید خونده بودیم میتونستون توضیح بدیم آدرس من که جی اچه درسته بهش میگن استیلت آدرس G جی ببخشید ایکس آدرس منه فرض کنیم که در واقع درست شده پابلیکیه که من دارم باش کار میکنم شما میدونین از درس های قبلی که هش جی ایکس هم میشه والت من خب من یه تکنیک خیلی آسون اینه که بخوام اگر والتمو بدم به جای اینکه هش جی ایکس رو بدم پابلیک کیمو بدم من جی ایکس رو بزنم توی بیل بورد. هر آدمی که خواست باسه من پول بفرسته بگه که من پول رو میفرستم به یه والتی با یه آری که در نظر میگیرم خودم و به جاش جی ایکس رو به توان اون میرسونم در واقع میشه جی آر ایکس اینجا هم پس به توان میرسونم هش میکنم و پول رو برای این میفرستم ولی آر رو هم از طریق یه سیستمی به شما خبر میدم شما چون در واقع فقط پابلیکیتون به یه توانی رسیده این هم برای شما کار میکنه عین والتتون خیلی مهم نیست منم تخصصم ریاضی نیست این خیلی بدیهیه اما در نهایت ایده اینه که تکنیک هایی درست میشه برای اینکه شما بتونید از یک آدرس بی نهایت آدرس دیگه ای که میخواین درست کنین حالا بی نهایت رو هم میگم اما در مقابل حمله اصلی گفتی میشه چیکار کرد این داستانی که اگر من میخوام یه چیزی بخرم که از پول تمام سکه ها بیشتره باید این سکه این سکه و این سکه رو به شما بدم و یه مقداری هم در نهایت بذارم تو سکه جدیدم و شما قبول کنین که من انقدر گرفتم و ترانزکشنو رو انجام بدین چه اتفاقی میفته؟ خب همون لینکی شدنی که گفتم لینکابلیتی شما میتونین بفهمین که پس اعتمادن این سه آدرس به یک نفر ارتباط داشته و این آدرس جدیدم هم به همون آدم ارتباط داره چون تو یه ترانزکشن این اتفاق همزمان افتاده یه کار بامزه میکنم باهاش که تکنیکالی بهش میگن میکسینگ من در واقع میتونم بیام بگم این آدرس و این آدرس رو میدم به یه سیستمی اون سیستمه اینا رو از من قبول میکنه به عنوان اینکه مرسی انقدر من پول دادی بعد میاد خودش یه پولی برای یارو واریز میکنه در اولا اون آدرس های منو ندیده ثانیا کسی که داره دنبال میکنه الزاما اینا رو همزمان میتونه نبینه چون میتونم اینا رو جدا جدا پول بدم یا هر تکنیک دیگه در واقع میاد انگار یک کار همه کانال رو با هم قاطی کنیم شبیه یک کاری که تور میکنه ترافیک رو روت میکنه چند نفر نهایتی که میده هر کسی همون که لازم بود میگیره این کار نمیکنه میکسینگ بیت کوین این کار مثال های متنوعی هم داره مثلا آنلاین ولتا شما تو آنلاین ولتا عملا الزاما سکتون که اون تو نیست سایت به شما میگه که شما دو دهم بیت کوین دارین که خیلی پول دارین چقدر میشه الان خیلی میشه هزار دلار نه ما من ضعیفه بی خیالش. یکیش میشه الان هزار تا یک دهمش ده میشه 800 تا میشه 1600 تا بس درست گفتم آره میاد به شما میگه که شما انقدر بیت کوین دارین و شما میگین این بیت کوین منو بفرست برای فلانی الزاما این سایت دونه دونه بیت کوین های شما رو برای شما نگه نداشته بلکه ممکنه کاملا تو دیتابیسش داشته باشه که شما دو دهم بیت کوین دارین و بفرسته در اتوماتیک خیلی وقتا استفاده از والت های آنلاین یک جور میکسینگ انجام میدن شما رو انانیمستر آت... انانیم تر میکنن قبلا گفتیم اشکالاش ها چقدر حاده و شما نباید این کارو بکنین هیچ وقت چون که اصولا این والد ها ممکنه هک بشن بسته بشن قانونی و شما رو بلاک کنن و همه اتفاقات دیگه از اون بر قولی ندادن که میکس میکنن شاید واقعا وقتی شما توش پول میریزین پول شما رو نگه دارن یا اگه پول میخریم واقعا برای شما یه دونه سکه بخرن و بعدا هم همون رو دقیقا خرج کنن هرچند که اعتمادش کمه ولی قولی توش نیست از پشت صحنه بهنام آیتی میگه 8315 یه بیت کوین الان dedicated mixing سرویس ها هستش که سیستم های یعنی اصولا برای میکس کردن کوین ولی باید اعتماد کنین که واقعا این کارو میکنن ادعا میکنن که ما هیچ ترکی نگر نمیداریم شما هر وقت به ما سکه واریز کردین ما برابرش رو میفرستیم به کسایی که دوست داشتین از سکه های دیگه و چون ما اصولا میکسر هستیم یا به این میگن اصطلاحاً لاندرینگ هستیم که خب اصطلاح خیلی خوبی نیست لاندرینگ بیرون این داستان پولشویی که آدما خیلی حساسیت دارن ولی میگه چون ما میکسر هستیم قول میدیم این کار رو درست انجام میدیم و لاگ هم نگه نمیداریم من جای NSA بودم سریعا یه دونه میکسر درست میکردم لاگ هم نگه میداشتم به هیچکی هم نمیگفتم یه روش دیگهش اینه که دیسنترالایز میکسینگ سیستم هایی درست میشن برای اینکه تمام آدم هایی که میخوان تبادل کنن بهشون خبر بدن یه مرکز نیست همشون با پروتکل از همدیگه میفهمن در نهایت ورودی ها رو با جمع خروجی هماهنگ میکنه و هر کسی پولی که میخواد و میفرسته برای اونی که باید میفرستاده اما بدون اینکه دقیقا سکه های خودش بره انگار میخواین پول یه جایی رو بدین همه بیان پولشون رو بریزن رو هم هر کی هر چقدر قراره ورداره ورداره معلوم نیست اسکناسی که من گذاشتم الزاما میرسه به اونها یا نه انانیمیتیش معلومه که بهتره خطرش دزدی و ایناش خیلی کمه چون عملا یه پروتکله و در عین حال لازم هم می سب کنین که حتما یه تراسد انجام پیدا بشه همیشه این تبادلات داره انجام میشه و ورودی خروجی خب برابره در اینجا پروتکلی میکسینگ اتفاق میفته تکنولوژی خیلی متنوعی هم داره مثلا اگه دوست دارین ببینین میتونین کوین جوین رو سرچ کنین و ببینین خیلی داستان با ای داره یا اصطلاحایی مثل مرج اویدنس رو دنبالش بگردین مرج اویدنس در واقع همین کاری میکنه که شما نتونید بفهمین که این دوتا اکانت به یه نفر وصله تکنولوژی های خیلی متنوعی داره یه بحث خیلی مفصلی است که من اینجا در موردش حرف نمیزنم اونم زیرو کوین و زیرو کشه که در واقع مثل بیت کوین حالا رو هم سوار شدن ولی در نهایت تمرکزشون روی اینه که مقدار خیلی زیادی انانیمس باشن در نتیجه خیلی ها که تو دنیای انانیمیتی هستن دوستشون داشتن و خوبه در موردشون بخونین و بدون. یه لینک خیلی خوبم اینجا داریم که من نمیم باید چجوری بازش کنم میتونم سلکتش کنم مثل قدیمی ها که در داکیومنت های خود بیت کوینه توی در واقع بخش بیت کوین پیمنت پیمنت پروسسینگ بیت کوین رو سرچ کنین میاد تو بیت کوین که خیلی طولانیه ولی دقیقا توضیح میده که یه بار که بیت کوین پروسس میشه برای در واقع یک ترانزکشن یه مکانیزم پیمنت با چه پروسه اتفاق میفته بسیار طولانیه ولی شدیدا پیشنهاد میکنم که یک بار حوصله کنین و نگاش کنین خیلی بحث های بامزه ای داره و خیلی از اصطلاح ها فنی و اینها رو جواب میده و در این عالم داکیومنت به روز بیت کوین چه کاملا میفهمین که داره چی میگه و این بهتون راه هم میده که خودتون بعدا راهتون رو باز کنین و بیشتر بخونین چرا میگفتم مرجینگ اوایدنس رو میگفتم اوویدنس مرج بهش میگه میگه مرج اوویدنس هاردتر میکنه که آوتسایدر ببینن که تو چین دیتا ساتوشیاتون ریسیور هر چی گفتم کارش اینه که اگر شما قراره که یک پولی رو بدین سخت در کنه که این دوتا رو به هم وصل کنیم و بگیم اینا یه نفرن میتونه الگوریتم های متنوع داشته باشه مثلا آزون ترین الگوریتم اینه که اگر شما مثل اون مثال یه سه دارین یه پنج دارین یه دونه مثلا ده دارین و میخواین هشتا پول بدین همیشه کوچکترین سکه ای رو بدین که از اونی که میخواین بدین بزرگتره که یه سکه باشه این خودش یه الگوریتم خیلی ساده و کوچولو و جمع که میتونه تو والد به وجود بیاد یا مکانیزم های دیگه و در نهایت چیزی برای خوندن و پیشرفتن چون در تقریبا آخرهای درسیم و میبینیم که تقریبا همه چی رو میدونین و خیلی خوبه که شروع کنیم خودتون راه پیدا کنین که کجا میتونین تو ادامه ماجرا بریم الگوریتم های استانداردی مثلا برای مرج کردن last in first out آخریایی که پول گرفتین رو اول خرج کنیم و بقیه مکانیزم این داکیومنت نظرم خیلی خوبی اگرم شروع خوبی اگر میخوایم شروع کنیم به خوندن داکیومنت‌های بیت کوین هم جذابه هم چیزی که تو روزمره اتفاق میفته رو می‌فهمین و کل کاری که دارین میکنین رو هم بهتر درک میکنین این ویدیو ها با لطف این دوستان ساخته شد قاصده کرلی براکتس، فینوتک و زیتل و خیلی هم باعث خوشحالی بود همچنین انصار رضایی و آقای مهدیزاده هم حمایت مالی بزرگی داشتن و بچه های دیگه که حمایت مالی داشتن و کل پولش رو قرار بدیم به سیل زده ها که باید اطراف کنم هنوز ندارم چون این سازمانی رو پیدا نکردم که احساس کنم واقعا مستقیما پول میرسه به دوستان قبلا یه چیزی بود که یه سر از دوستان میرفتن اونجا چیز میساختن که به اونا کمک کردیم الان هم به اونا زدم احتمالا امیدوارم که تا هفته بعد پول رو داده باشم با شرمندگی کامل سیل زده هامون هنوز نیاز بند این کمکان با اینکه تقریبا یک سال ازش گذشته با اینکه روز خوبی نیست ولی امیدوارم خوش و خندون باشین نه قهقه نه خوش حال بلکه یه جور خوشی که بتونیم باش ادامه بدیم. بودم یه جلسه دیگه داریم در مورد الگوریتم اجماع و راه پیش روی بیت کوین حرف میزنیم احتمالا سه قسمت و بعدش هم احتمالا توی سشن دیگه میریم سراغ نوشتن بلاک چینمون فعلا خوش باشید